درود بر شما عزیزان، من سعید هستم و قراره در کلاس انگلیسی در خانه ما با همدیگه زبان انگلیسی یاد بگیریم. اگه تا کنون عضو این خانه نشدید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله رو هم بزنید تا انتشار ویدیوهای جدید به اطلاع شما برسه. منتظر نظرات شما در قسمت کامنت هستم. تمام این درس ها یک صفحه exercises داره و صفحه تمرین های یونیت 13 رو دارید مشاهده میکنید. ازتون خواهش میکنم که این تمرین ها رو انجام بدید. اگر میخواهید که انگلیسی رو یاد بگیرید، باید این جملات رو روی کاغذ با خودکار یا با مداد بنویسید و خودتون جمله ها رو بسازید. این تنها راه یادگیری مهارت های زبان انگلیسیه. در غیر این صورت شما با شنیدن و دیدن ویدیوها به طور صرف نمیتونید زبان رو خوب یا سریع یاد بگیرید. باید خودتون جمله بنویسید. مثل چه جمله ای؟ این جملات رو الان براتون خودش گذاشته. 31. Look at the picture. Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? And what were they doing? Write two sentences for each picture. در جمله اول سابجکت نداریم. سابجکت شمایید. داره به شما دستور میده. Look at کنید. نگاه کنید. The pictures. تصاویر را. Where. پس اول جاشون مهمه. People این افرادی هستند که تو این عکس ها هستن. زمان هم مشخصه. 3 دیروز بعد از ظهر. سر ساعت 3 دیروز بعد از ظهر. این افراد where کجا بودند و and what were they اونها چه کاری انجام میدادند. What were they doing اونها چی کار میکردند. این جمله آخر هم یک امپراتیوه، یک دستوره، داره به شما میگه که بنویسید two sentences، دو تا جمله برای هر کدوم از عکس ها. در عکس یک رو نگاه کنید، خط اول نوشته ریچل، پس اسم این خانم مشخصه. At home یعنی داخل خونه، پس where هم مشخص شد، جا و مکان place هم معلوم شد. Watch TV یک verb، پس action یا کاری هم که انجام میداده، doing هم معلوم شده. دیگه همه چی کامله. فقط شما کافیه که قواعد جمله نویسی زمان past continuous رو بلد باشید که عیناً مثل present continuous، فقط با این تفاوت که auxiliary verb to be به شکل گذشته در میاد. به همین سادگی. Rachel was at home. Rachel خونش بود. ببینید Rachel was at home. مکان مشخصه، subject هم مشخصه، فقط اینجا میدونیم که برای سوم شخص مفرد باید از was استفاده کنیم. Full stop. نقطه. She. چرا she؟ چون ریچل یک خانومه، یک مؤنثه. اینجا نیومده دوباره از ریچل استفاده کنه. میتونست بنویسه ریچل، ولی ما از پرونان ها استفاده میکنیم تا از تکرار نون جلوگیری کنیم. شی میشه پرونان برای ریچل. ریچل was watching TV. در ساعت 3 او در حال تلویزیون نگاه کردن بوده. پس برای بقیه این افعال و سابجکت ها هم شما کافیه یک auxiliary verb مناسب با یک ing به verb مناسبی که خودش نوشته براتون استفاده کنید. فول استاپ هم یادتون نره. Jake and Kate در تصویر دومی داخل سینما هستن. Place معلومه. At the cinema. دو نفر هستن. یادتون باید باشه که برای جمع ها از was استفاده میکنیم یا از were، و مکان هم که گفته شده و چه کاری دارن انجام میدن، در حال چه verbی هستن. Watch a film. خب بقیه این 5 تا جمله بعدی رو، یعنی 2, 3, 4, 5, 6 رو امیدوارم که خودتون انجام بدید تا ویدیوی جوابیه این تمرین ها رو من آماده میکنم فرصت دارید که این کار رو انجام بدید و با اون مقایسه کنید. Sara did a lots of things yesterday morning. Look at the pictures and complete the sentences. میگه دیروز سارا
یه عالمه کار انجام داد. Lots of things. چیزهای زیادی رو دید. گذشته دو هست. انجام داد. سارا دید. اینجا سوالی نیست. Indeed یک مین وربه. انجام داد. A lots of. چه کاری؟ Things ها رو. اما A lots of things. کلی چیز. یه خود چیز انجام داد دیروز. دیروز صبح البته. نگاه کنید به عکس ها و جملات رو که این همین 1, 2, 3, 4, 5, 6 و ساعتاشون رو نوشته کامل کنید. مثلا 1 at 8:45 یعنی ساعت 8:45 دقیقه. به ساعت 8:45 دقیقه دقت کنید، عکس مناسب رو پیدا کنید. بین 8:30 تا 9 هستش. او در این زمان داشته ماشینش رو میشسته. At 8:45 she was washing her car. او ساعت 8:45 دقیقه داشته ماشینش رو میشسته. چرا؟ چون زمان 8:30 دقیقه شروع کرده و تا 9 هم ادامه داشته. At 10:45 ساعت 10:45 دقیقه. کجا رو باید نگاه کنید؟ بین 10:15 دقیقه تا 11:45 دقیقه او داشته چه کار میکرده؟ اون وربی که داره انجام میده playing badminton. At 8:00 ساعت 8 صبح چیکار میکرده؟ بین 7:30 تا 8:10 دقیقه اون داره newspaper reading میکنه تو این عکسه. ولی شما باید جمله رو مناسب بذارید. من فقط میخوام وربا رو کمکتون کنم. ساعت 12:10 یا 12:10 دقیقه داشته چیکار میکرده؟ شما باید به عکسی که روالش نوشته شده 12 تا 12:45 دقیقه نگاه کنید و اون فعلی که داره انجام میده کوک هستش. سوال پنجم میگه 7:50 یا 7:15 یعنی بین ساعت 7:10 دقیقه تا 7:25 دقیقه اون داشته بریکفستشو ایت میکرده یا هاو میکرده. و برای ساعت 9:30 دقیقه یعنی بین 9:20 دقیقه تا 10 هم او داشته آشپزخونه رو کلین میکرده. شما میتونید از همون کلین استفاده کنید. To complete the questions use was or were plus ing. Use what, where, why if necessary. شما جملات این قسمت رو سوالی کنید. سابجکت و ورب جمله به شما داده شده. برای نمونه برای سوال 1 you سابجکت جمله است و live ورب جمله. در انتهای جمله هم زمان جمله رو برای شما گفته. In 1999. به پاسخ جمله باید دقت کنید. چون اونجا گفته in London. یک place، یک مکانه. پس در سوال شما باید یک where باشه. Where یعنی کجا. Where were you living in 1999؟ چرا از where استفاده کرده؟ به خاطر اینکه برای you از auxiliary verb to be where استفاده میکنیم. گذشته a. پاسخ گفته in London. در لندن بودم. حالا برای بقیه you subject دومه و do verb دومه. و زمان کی بوده؟ At 2:00. و پاسخ چی گفته؟ I was asleep. من خواب بودم. باید ازش بپرسیم که چه کار میکردی؟ برای چه از what استفاده کنید. سوال سوم گفته It rain. Subject it و rain هم که باریدنه. When you got up. وقتی تو برخواستی، از جات برخواستی، بلند شدی. به پاسخ سوال دقت کنید، گفته No, it was sunny. فقط کافیه که این جمله رو سوالیش کنید. یعنی شما نباید از هیچ کدوم از WH question های مثل What, Where, Why استفاده کنید. چون یه سوال پرسیده، وقتی بیدار شدی آیا بارون می اومد؟ گفته که نه، آفتابی بود. So و drive subject و web جمله چهارمه. So fast میشه خیلی تند. Because she was late. پاسخ جمله است. چون اون دیر شده بود.
وقتی داره میگه زیرا او دیره شده بود، پس جمله باید با یک why شروع بشه. چرا این اتفاق افتاد؟ چون او دیره شده بود. تیم و به سامجکت و مین ورب جمله پنجمه. از سویت یستدی، یک کت دیروز، زمان مشخص دیروزه. نو a t-shirt and jeans، نه یک تیشرت و شلوار جین پوشیده بود. منظورش اینه کی؟ تیم. حالا شما باید این جمله رو به صورت سوالی در بیارید. شما میتونید بدون هیچ کدوم از یک WH question ها این جمله رو بسازید. گفته شده look at the picture، you saw joy in the street yesterday afternoon، what was he doing؟ write positive or negative sentences. جوی این آقاست که داره بستنی میخوره، میگه به عکس نگاه کنید. شما دیروز عصر توی خیابون جوی رو دیدید، داشته چیکار میکرده؟ جملات مثبت یا منفی براش بنویسید. سابجکت جملمون که معلومه، جوییه، که برای همه شون میتونیم از پرونان هی استفاده کنیم. ورب جمله هامون کدوم هست؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 رو نگاه کنید. جلوی هر کدوم یه پرانتزه و توش نوشته، مثل مثال برای یک نوشته ور، پس جملهش ور پوشیدن. ابجکت جملمون چیه؟ مفعول این فعل چیه؟ a jacket، یک کاپشن. برای یک نوشته شده که he wasn't wearing a jacket، چون درباره جکت بوده، wearing جکت بوده و اون هم این کت رو تنش نکرده، این کاپشن رو تنش نبوده، ما باید از negative، ما باید از یک جمله negative استفاده کنیم. He wasn't wearing a jacket، او جکت نپوشیده بود. در خود عکس آقای جوی گفته که Hi, I'm going shopping، گفته سلام من دارم میرم شاپینگ. این ing که جلوی شاپینگ اومده همون قضیه جرنده که قبلا براتون تو سویمینگ توضیح دادم. منظور خرید کردنه، نه در حال خرید کردن. من دارم میرم، I'm going shopping، خرید. پس گفته که داره چه کاری میکنه. سوال دو، وربش یا به عبارتی مین وربش carry، حمل کردنه. ابجکتش یا مفعولش a bag، جمله بسازید. جمله سوم go، مین وربشه. to the dentist، به دندان پزشک، رفتن به دندان پزشکی به عبارتی. سوال چهار eat an ice cream، خوردن و ابجکتش هست an ice cream، یعنی یک بستنی. سوال پنجم carry، حمل کردن، an umbrella، یک چتر. شش go، رفتن، ابجکتش home. برای هفت wear، پوشیدن، برتن کردن، a hat، یک کلاه. برای هشت ride، راندن یا سوار شدن، a bicycle، یک دوچرخه. پس تمام این 8 جمله رو براتون مین ورب باش و آبجکتاش رو گفته، سابجکتش هم که هیه. تمام اینها پس کانتینیوسه، همشون ing میگیرن. یه تقلب هم براتون بگم دیگه، تمام این هیا از was استفاده میشه، یعنی auxiliary verb to be شون هم همه وازه. حالا خودتون باید تشخیص بدید کدوم منفیه، وزنته، و کدوم مثبت یا وازه، و جمله ها رو کامل کنید. خواهش میکنم این تمرین رو انجام بدید. هم کلاسی های عزیز، از اینکه این ویدیو رو ملاحظه فهمیدید سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده با لایک کردن اون به من خبر بدید. بسیار خوشحال میشم اگه با زدن دکمه سابسکرایب عضو این خانه شوید. دکمه زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو به اطلاع شما برسونم. منتظر نظرات شما در قسمت کامنت هستم. تا درودی دیگر، دو ساعت بدرود.